سلام، امروز میخوام در مورد دو موضوع مهم با باهاتون صحبت کنم. اول قراره به بررسی مکمل هایی بپردازیم که اگر بالای 50 سال سن دارید باید ازشون دوری کنید، و بعد از اون بهتون میگم که چه مکمل هایی رو باید مصرف کنید وقتی که پا به سن میذارید. پس بیاید شروع کنیم. اول از همه میخوام به اون دسته از مکمل هایی نگاه کنیم که باید ازشون اجتناب کنید. میخوام تأکید کنم که این فقط نظر شخصی من نیست، اینها بر اساس تحقیقات علمی و توصیه های جدید متخصصین سراسر دنیاست. اولین مکملی که میخوام در موردش صحبت کنم کلسیومه. مصرف کلسیوم توصیه نمیشه. چرا؟ تحقیقات نشون دادن به ویژه توی خانم هایی که برای درمان پوکی استخوان بهشون مکمل کلسیوم داده شده بود که این مکمل ها خطر حمله قلبی و سکته رو افزایش میدن، چون این کلسیوم میتونه توی عروق و حتی کلیه ها انباشته بشه. حالا جایگزینش چیه؟ بهترین راه اینه که کلسیوم مورد نیازتون رو از طریق رژیم غذاییتون تأمین کنید. آیا فقط با مصرف لبنیات این کار انجام میشه؟ نه، مصرف سبزیجات برگدار و مغزها رو باید افزایش بدید. بدنتون از این منابع کلسیوم رو به طور موثرتری جذب میکنه و اون عوارض جانبی ناخوشایندی که نمیخوایم رو ایجاد نمیکنه. مکمل بعدی که باید ازش دوری کنید آهنه. ممکنه فکر کنید اما آهن که لازمه. درست لازمه، ولی موضوع اینه که بدن ما مکانیسم موثری برای خلاص شدن از آهن اضافی نداره. این یعنی آهن میتونه با گذشت زمان توی بدن انباشته بشه و اون انباشتگی میتونه آسیب جدی به ارگانهای حیاتی مثل کبد، قلب و پانکراس وارد کنه. اما این همه ماجرا نیست. آهن اضافی میتونه جذب سایر مواد معدنی مهم مثل روی و مس رو هم مختل کنه. این مثل اینه که آهن نقش قلدر توی بدن شما رو بازی میکنه و بقیه مواد مغذی مهم رو از سر راهش برمیداره. و اگه این کافی نباشه، آهن اضافی میتونه رادیکال های آزاد تولید کنه. این موجودات کوچیک باعث آسیب سلولی از طریق چیزی به نام استرس اکسیداتیو میشن که میتونه خطر بیماری های مزمن مثل سرطان و بیماری های قلب عروقی رو افزایش بده. دقیقاً چیزی نیست که از مکمل‌ها انتظار داریم، درسته؟ موضوع اینه که بدن شما خیلی هوشمنده، اون میزان جذب آهن رو بر اساس نیاز خودش تنظیم می‌کنه. وقتی سطح آهنتون در حد نرمال، روده‌ها جذب آهن رو کاهش میدن. این یه توازن طبیعی در بدن ایجاد می‌کنه. اما وقتی بی‌دلیل شروع به مصرف مکمل‌های آهن می‌کنید، این توازن رو به هم می‌زنید. پس مگر اینکه متخصص بهداشت و درمان به شما بگه که نیاز به مکمل‌های آهن دارید و این بر اساس تست‌های خاصیه که نشون میده شما کمبود دارید، بهتره فقط در این مواقع از مکمل‌ها استفاده کنید. مصرف مکمل آهن بدون دلیل میتونه بیشتر ضرر داشته باشه تا فایده، یادتون نره. سومین مکملی که توی لیست ممنوع ما قرار داره ویتامین آ هست. الان منظورم ویتامین آ که از سبزیجات میگیرید نیست، اون کاملا خوبه. دارم در مورد مکمل های ویتامین آ صحبت میکنم. اگه این رو به طور منظم مصرف کنید ممکنه خودتون رو دچار مشکلات جدی کنید. اول از همه میتونه به کبدتون آسیب برسونه. کبد شما مثل یک فیلتر بدن شماست و بارگذاری بیش از حد با ویتامین آ مثل اینه که بخواید آب زیادی رو از یه فیلتر قهوه رد کنید. به خوبی پیش نمیره، درسته؟ مکمل های ویتامین آ میتونن منجر به پوکی استخوان هم بشن. یادتونه توی یک ویدیو در مورد کلسیم صحبت کردم، توی این ویدیو هم در موردش صحبت کردم. خب ویتامین آ زیاد میتونه به سلامت استخوان هاتون آسیب برسونه و خطر شکستگی ها رو افزایش بده، مخصوصا اگر در سن یائسگی باشید یا دچار پوکی استخوان باشید. اما صبر کنید، هنوز عوارض دیگه هم هست. ویتامین آ زیاد میتونه باعث مشکلات پوستی مثل خشکی و ترک بشه و حتی میتونه مشکلات ذهنی ایجاد کنه مثل تحریک پذیری و گیجی. پس چطور میتونید ویتامین آ مورد نیازتون رو بدون خطرات دریافت کنید؟
باید به منابع طبیعی ویتامین آ تکیه کنید. میتونید ویتامین آ رو از روغن جگر ماهی، زرده تخم مرغ، کره و هویج دریافت کنید. این منابع طبیعی خیلی ایمن‌تر هستن و بهتر توسط بدن شما تنظیم میشن، مگر اینکه دکترتون مشخصا به شما بگه که نیاز به مکمل‌های ویتامین آ دارید. در این موارد باید از دستورات پزشکتون پیروی کنید. حالا بیاید دنده عوض کنیم و در مورد مکمل‌هایی صحبت کنیم که باید واقعا با افزایش سن مصرف بشن. اینها همون هایی هستن که ضامن سلامتی شماست و بهتون کمک میکنن تا سالم و پر انرژی باقی بمونید، حتی در سنین میانسالی و سنین کهنسالی. اولین مکملی که باید بدون شک مصرف کنید منیزیومه. این ماده معدنی واقعا قدرت بالایی داره، نقش محافظتی در برابر کلسیفیکاسیون به ویژه در عروق داره. منظورم از کلسیفیکاسیون نشستن کلسیوم تو جاهای دیگه است. کلسیوم توی عروق هم میشینه، پس منیزیوم یه نقش محافظتی برای این مورد داره. این کار رو با تنظیم متابولیسم کلسیوم، مهار تشکیل کریستال های کلسیوم فسفات و داشتن اثرات ضد التهابی خودش انجام میده. اما این همه کاری که منیزیوم انجام بده نیست. برای کاهش فشار خون عالیه، گرفتگی عضلانی مزاحم رو کاهش میده، سطح انرژیتون رو بالا میبره، کیفیت خوابتون رو بهتر میکنه و حتی سطح کورتیزولتون رو هم کاهش میده. کورتیزول رو بهش میگن هورمون استرس. این خیلی سود از یه ماده معدنی کوچیکه. مورد بعدی که باید توی لیست داروهایی که باید حتما مصرف کنید داشته باشید ویتامین D3 هست. الان نمیتونم به اندازه کافی بگم چقدر این ویتامین مهمه. توی ویدیو مفصل در موردش صحبت کردیم و بهتون هشدار دادم که دنیا داره با شما بازی میکنه سر اینکه کمتر ویتامین دی بگیرید. بیشتر مردم در دنیای غرب و شرق به اندازه کافی ویتامین دی دریافت نمیکنن، چه از غذاها چه از نور خورشید. ما خیلی وقت رو روی فضاهای بسته میگذرونیم، توی دفترامون دور از نور طبیعی خورشید هستیم و بیاد واقع‌بین باشیم. ویتامین دی توی خیلی از غذاها به طور طبیعی یافت نمیشه. میتونید اون رو از ماهی‌های چرب، جگر و زرده تخم مرغ بگیرید، اما اگه رژیم غذایی سختگیرانه وگان یا گیاهخواری دارید گزینه‌هاتون حتی محدودتر هم میشه. پس راه حل چیه؟ یه مکمل ویتامین D3 خوب تهیه کنید. قیمتی نداره، حتی فکر می‌کنم در حد 30-40 هزار تومان. مصرف حدود 4000 واحد بین‌المللی ویتامین D3 در روز تقریبا معادل اینه که 2 یا 3 بار در هفته به مدت 20 دقیقه زیر نور آفتاب باشید، بسته به جایی که زندگی میکنید و نوع پوستتون. البته این یه روش ساده و مؤثر برای اطمینان از اینه که به اندازه کافی از این ویتامین حیاتی دریافت میکنید. حالا اینجا یه چیز جالب هم داریم. ویتامین بعدی که میخوام توصیه کنم ویتامین K2 یا K2 هست. ویتامین K2 به همراه ویتامین D3 یه تیم کامله. مکمل D3 به بدنتون کمک میکنه کلسیوم رو جذب کنه، در حالی که K2 اون کلسیوم رو به جایی که باید بره هدایت میکنه، یعنی به سمت استخونها. این مانع از تجمع کلسیوم در جاهایی که نمیخواید میشه، مثل عروق یا مفاصل. اما K2 فقط برای مدیریت کلسیوم نیست. K2 باعث افزایش تولید انرژی در سلول‌های بدن میشه. این مثل اینه که به هر کدوم از سلول‌هاتون یکم انرژی اضافی تزریق کرده باشید که بهش میگن ATP. مورد بعدی ویتامین C هست. احتمالاً اون رو برای خواص آنتی هیستامینیش میشناسید که میتونه توی فصل آلرژی واقعا مفید باشه. اما آیا میدونستید که افرادی که سطح بالایی از ویتامین C توی خونشون دارن نشون دادن که نرخ کمتری از بعضی از انواع سرطان ها مثل سرطان معده داشتن؟ حالا ممکنه در مورد ویتامین C طبیعی و مصنوعی بپرسید. از نظر شیمیایی اینها مشابهن و اثر بخشی بیولوژیکی یکسانی دارن، اما ویتامین C از منابع طبیعی ممکنه بهتر جذب بدن بشه. ویتامین C مصنوعی هم میتونه در دوزهای بالاتر در صورت نیاز داده بشه، پس هر دو جایگاه خودشون رو دارن. و اما آخرین مورد در لیست مکمل‌های توصیه شده ما ویتامین B12 هست که این هم در یک ویدیو مفصل در موردش توضیح دادم، لینکش رو اینجا میذارم. این یکی واقعا حیاتیه، به خصوص وقتی سن بالاتر میره. اگر بالای 50 سال هستید حتما باید این ویتامین رو مصرف کنید. چرا؟
همونطور که سن بالاتر میره، معده ما کمتر اسید تولید میکنه. ممکنه این به نظر خوب بیاد اگه تا حالا سوزش معده داشتید، اما در واقع این باعث میشه که توانایی ما برای جذب ویتامین B12 از غذا کم بشه. از طرف دیگه بعضی از داروها مثل مهار کننده های پمپ پروتون مثل اومیپرازول میتونن جذب B12 رو با کاهش اسید معده حتی بیشتر کاهش بدن. علاوه بر این با افزایش سن ممکنه عادات غذاییمون هم تغییر کنه. ممکنه مصرف غذاهایی که غنی از B12 هستن مثل گوشت، ماهی و محصولات لبنی رو کاهش بدیم. همه اینها دست به دست هم میده تا یه وضعیت ایدئال برای کمبود B12 ایجاد بشه. این میتونه منجر به مشکلات زیادی بشه، از جمله اختلال شناختی، نوروپاتی و کمخونی. هیچ کدوم از اینها لذت بخش نیست، به خصوص وقتی سعی داریم در سنین طلایی سالم و فعال بمونیم. مکمل هایی که باید ازشون دوری کنه چی بود؟ کلسیم، آهن و ویتامین آ. و اونهایی که باید به آغوش بکشید منیزیم، ویتامین D3، ویتامین K2 یا K2، ویتامین C و ویتامین B12 هست. یادتون باشه اگرچه مکمل ها میتونن یه افزودنی عالی به برنامه سلامتیتون باشن، جایگزین یه رژیم متعادل و سبک زندگی سالم نیستن. مرسی که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. کامنت انگلیسی، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.